به نام خداوند بهارآفرین. بهارآفرین را هزار آفرین، به جمشید و آیین پاکش درود، که نوروز از او مانده در یاد بود. سلام به سبزی سمنک های خانه ها و دشت و دمن دیارتان، به مهربانی هفت میوه و رنگینی سفره های هفت سینتان. هرچند که در این سال تعداد زیاد از هموطنان ما آواره شدند، ولی نوروز آوارگی نمی شناسه. شگفتن گلها، صدای چلچله ها و پرستوها هر کجایی که برویم با ما است. در این برنامه در کنار ما لیما امیری است. مصطفی جان، سلام بهاری تقدیم به خودت. خوشحال هستم که بعد از یک مدت طولانی در کنار خودت هستم و سلام برای تمام بیننده های عزیز باربود میوزیک که همین لحظه ما را از برنامه سلام 1401 تماشا میکنند. بهار آغاز دوباره برای زمین است که با جشن و سرور همراه می شود و رنگ تازه به شهرها، روستاها و خانه ها می دهد. آداب رسوم نوروز آیین استقبال از این فصل سبز است، فصلی که آمدنش بهانه خیلی خوب برای همه ما شماست تا لحظات خوش را در کنار هم سپری کرده و سنت های کهن به جا بیاریم. و من بسیار خوشحال هستم که امروز در کنار همکار بسیار خوبم بعد از یک مدت ها برنامه خوب را برای شما تقدیم خواهیم کرد و مهمانان خیلی خوب داریم. دقیقاً لیما عزیز، یاد بامداد خوش بخیر. بخیر باشه. یاد برنامه‌هایی که با هم بودیم در کابل بخیر. ولی خوشحال هستیم که باز هم نفس میکشیم و در کنار هم هستیم و در حضور بیننده های خوب باربود موزیک هستیم. بله. و جشن نوروزی 1401 خورشیدی را با هم جشن میگیریم. بله. خالی از دلخوشی نیست که امسال در این برنامه آوازخوانان از 4 کشور همسایه، همفرهنگ، همزبان، برادر و بجان برابر، بله، کنار هم آمدند تا جشن نیاکانی نوروز را با هم در کنار هم جشن بگیریم، بر ما بخوانند و ترانه های رنگین را تقدیم بیننده ها بکنن. بله، و صحبت های شیرین هم در مورد تجلیل نوروز در کشورهای همسایه هم خواهیم داشت با اونا. دقیقاً. مصطفی جان، چه خوب است که اولین مهمانای برنامه ما را دعوت کنیم. اولین مهمانان ما در این برنامه دو جوان کاکه سرشار از انرژی و سرودهای خوب و ماندگار هستند، اجمل جان امید و بکتاش جویای عزیز. لطفاً تشریف بیارین. السلام علیکم. خوش آمدید اجمل عزیز. سالتون مبارک. بخیر باشین. سلام. بخیر باشین. باشین. سلام. خوب هستین؟ سلامت. خوش آمدید. سال نو شما پیش مبارک باشه. چقدر بهاری، بوی بهار میاد از شما. تشکر. زنده باشین. ما هم به نوبه خود سال نو یک سال خوب آرزو میکنم از خداوند متعال به تمام هموطنان عزیزم که میگه نوروزتون، هر روزتون نوروز، نوروزتون پیروز، همیشه هر روزتان نوروز باشه. بله، من با نوبه خود سلام خدمت شما لیما جان، مصطفی جان، از من جان قند و از طریق برنامه خوب شما برای تمام هموطنان خود سال نو خوب و خوش میخوایم. انشالله هر جایی که هستن مثل سمنک و سبز باشن. بله. اجمل جان، میگن فیروزه را بسیار دوست داری، راست است؟ انگشتر فیروزه؟ در مجموع فیروزه را میگن دوست داری. به همین خاطر یک آهنگم خواندینی که چشم فیروزه داری. هر زیبایی که در طبیعت خداوند است او را باید از دوست داشته باشیم، به خاطر که تمام خلقت خداوند دوست داشته نیست. تمام زیبایی ها دیگر با مرتبط زیبایی خداوند خلق را شاکرش هستیم، دوست داریم زیبایی ها را. اجمل عزیز، چند مدت میشه که دور از وطن هستی، در غربت؟ هرچند غربت گفته نمیشه دیگه، غربت خیلی هم تنها نیستی، ما هستیم دیگه. ولی خب آدم وطن که نداشته باشه خب غربت احساس میکنه دلش. به هر صورتش بازم خدا دور احساس نمیکنیم، اگر از وطن دور باشیم قلبا همراه مردم خود هستیم، احساس ما با مردم است، چون توجه ما به خاطر مردم ماست. کار میکنیم، زحمت میکشیم سر اثرات هنری خود بتونیم که از طریق هنر موسیقی خود دلای مردم خود شاد بسازیم. این خودش نمایندگی از این میکنه که ما به یاد مردم خود هستم. بله خب بکتاش جان میشه شما بر ما بگین که ده سال چه چیزها را تجربه کردین و چقدر کارهای موسیقیتان پیشرفت کرده از کارهای جدیدتون بگین چون چرا تجربه نکردین چون یک مدت بکتاشان بخی گم بود مصطفی جان ما هیچ نمیدیدمشون بکتاش عزیز روزگم شب پیداست راست است والا نه شب هم پیداستم روز هم پیداستم لیما جان ما کارهای نو دارم خب قرنطین و کووید 19 کم ما شما را دور کرده بود ازم تاثیرات خدا داشت کووید 19 را چقدر مقبول تلفظ کردی عزیزم مقبول بسیار عاشقانه دیگه به خاطر دور از جان من مریض شده بودم دیگه کارهای هنریام دارم خواندنهای آرام خواندنهای شاد جور کردیم دوام داره کارهای بکتاش عزیز معمولا ما در ویدیوهای خودت که دیدیم تفاوت‌های بسیار عجیبی را حس می‌کنم که بسیار دید خب حالا عاشقانه بگویم خب درست است ولی یک دید دیگه است یک گپای دیگه است در آهنگ که من نمی‌فهم پشتی گپا و سخنا دست کی است البته از زیبایی کلیپ‌هایت میگم بسیار زیبا میباشد بسیار تلاش میکنی بسیار تشکر امی که موی خرما میگه حتما باید موی خرما باشده بود امی چشم آبی که میگه حتما آبی باشه این بسیار نکات ظریف است که هر کس متوجه نمیشه خب مصطفی جان کارگردانت کی میباشه کارگردانم زیاتر و خودم میباشم اینا میبینی آیدیام از خودشان است بله واقعا خود نمیشه که باز موی خرما بگویم موی سیاه باشه نمیشه که چشم آبی بگویم چشم سفید باشه به مخاطر حداقل این نقاط مد نظر می‌گیریم همیشه آهنگای شنیدنی است آهنگای آرام وقتی میخوانی آرامش بخش است و مستم که میخوانی تشکر مست میشادم تشکر اجمل عزیز که همیشه خب خودت میبینم آهنگ چشم فیروزه برای من یکی از بهترین آهنگای خودت است و آهنگ ماندگار خودت است تشکر زنده باشین و بعد از او آهنگای دیگه هم آمد از خودت که واقعا دوست داشتنی بود زنده باشین در سالی که در حال گذشتن است چقدر موسیقیت پربار بوده فکر میکنی خوبی یکی از کارا اینمی است که وقتی در کامنت ها میبینم وقتی کامنت من میشنم چون حالا یک در موضوعاتی که زیادتر موضوعات می یوتیوب بازی شده این گپا شده ما زیادتر وقت با کامنت ها بسیار زیاد توجه میباشم میبینم که همین مردم ما راضی میباشه سر از اثر ما از کار ما و همیشه تقاضا میکنم از دوستان مردم که اگر یگان نقاط ضعف باشه بگین که ما خدا دگام تغییرات بیاریم در کار ما لحاظ شعر، لحاظ کلیپ، لحاظ آهنگ و خوشبختانه که همیشه کارا مردم عزیز ما قبول کردن و تشویق ما کردن با تمام مشکلاتی که ما داریم دیگه کوشش میکنم از این بهتر کار کنیم دقیقاً و بکتاش عزیز در سالی که پیش رو است بخیر چه پلان ها و تصمیم های در بخش موسیقی داری؟ امسال پلان دارم که بخیر اما آلبومی که با نام خیال است رو تکمیل بسازم که تمام آهنگاش می رقم از چشمای آبی و موهای خرما رنگ تمام آهنگاش هاشو با رنگ ها سر و کار داری خوش می آمد زندگی تمامش رنگ است واقعا مصطفی جان از اجمل جان میخوایم سوال کنم چون اینا همیشه در کابل هم بودن و در ازبکستان هم خب دوامدار رفت آمد داشتن بله. اجمل جان بیشتر دوست داره نوروز در کجا تجلیل کنن اینجا براتون خوشایند است در ازبکستان یا ای که امو کابل آب و هوای دیگه داره ما یک مثل داریم میگه هر چا تخپل وطن کش میدی به به واقعا معلوم دار است که خانه خود ما وطن ماست ازبکستان هم تقریبا وطن دوم گفته میشه همسایه ماست چون وجه فرنگی داریم و همسایه هستیم عرف عادت فرهنگ ما هم بیخی مشابه است ما کدام احساس بیگانگی نمیکنم در ازبکستان چون همسایه ماست همین سرزمین هستیم اگر در بین مردم ما وطن خود ما باشیم که همین کنسرت که ما امشب در اینجا داشتیم اجرا کردیم برنامه‌ای که در اینجا ما تهیه کردیم اگه در بین مردم ما باشه دمو باغ بالا باشه دمو باغ بابر باشه واقعا لذتش دوچندان من تجربه کردیم شهر مزار شریف روضه شریف باشه هیجانه که مردم دارن فکر کنین سه منزله یکی در فرق دیگه بود در گلگوندی ما کنسرت داشتیم در گلگوندی که اون مردما میکردن پرنتمالا آمدن کردیم واسکتا آمدن ما هم تا کالای واسکت پرنتمام شدم بینشون ما هم یک رقص کردم نوش جان دیگه دوم بردم خطا نخورد تا نخورده است پیش. اونجا بودیم. اجمل جان همیشه خندان است، دلش شاد است و کوشش میکنه هموطنای خودم هم میرقم خندان نگه کنه. و اجمل جان زیادتر عزیزا طرفدار است که خودت آهنگای مست اجرا کنی. نظر خودت چی است؟ بسیار خوبه و به خاطر چی همه خود زندگی بخواین پر از تراژدی است، پرابلمای خود داره. اگر یک چهره را که ما بخندانیم، اگر عشق یک عشقی را که ما از چشم کسی پاک کنیم او رو بخندانیم، از این که دیگه خوبی در کجا یافت میشه. خب بیاین که قصه ها که زیاد است، نوروز هم است، ما شما قصه ما تمامی نداره. از بکتاش عزیز که بسیار همطور عاشقانه منتظر است و ما هم به صبرانه منتظر هستیم که دو اجرای پای در پای از بکتاش عزیز داشته باشیم. در مورد هر دو آهنگ کوتاه بر ما بگو، بعد میشنویم. آهنگ اولی آهنگ چشمان آبی است که ویدیو کلیپش از طریق باربود میوزیک هم نشر میشه و از طریق طلوع هم زیاد نشر شده. از کارهای خودم است، کمپوز خودم است، شعرش از جناب دکتر صاحب سمدیار است و خواندن نو که توفه آوردیم برای مردم خود، برای شما. یا آهنگ خرسک است، نه؟ بسیار آهنگ جانانه است. قطغنی است. قطغنی هم بخشید. قطغنی است و شعرزی از یوسفی صاحب است و کمپوزش بازم از خودم است. انشالله خوش آمدید. شنونده شما ما هستیم عزیز من. پس استیج در اختیارت است عزیز من. ما میشنویم مردو اجرای زیبای خودت. اجازه باشه. بفرما. مهربان. چشمان آبی را که زیباتر شود، سرما کن چشمان آبی را که زیباتر شود. حال من با دیدن در خواب هم بهتر شود. باز کن موهای خورما رنگ خود را نازنین، ناز کن تا قلب من در سینم کفتر شود. شنا کن دل برم در خیالاتم، بیا امشب شنا کن دل برم تا که عوض خاطراتم غرق نیلوفر شود. سرما کن چشمان آبی را که زیباتر شود. کن دختر که در دنیای من محشر شود، سرمه کن چشمان آبی را که زیباتر شود، زیباتر شود، زیباتر شود. لبخند بزن که بینم، لبخند بزن که بینم، جاله میان لاله، لاله لبت چون لاله. زندگانی ای ابروی کمانت بنیاد زندگانی، چشمت چنان نماید که می بجام و پیاله، چشمت چنان نماید که می بجام و پیاله. زلفان انبرینت تازین صورت دوست، چون ما که می درخشد، چون ما که می درخشد، در ما ورای حاله لاله لبت چون لاله، سال جاله. لبخند بزن که بینم، لبخند بزن که بینم، جاله میان لاله، لاله لبت چون لاله. شاخ شمشاد ای سرو ناز آزاد، قد تو شاخ شمشاد ای سرو ناز آزاد، از بوسه های شیری بر من بکن حواله، از بوسه های شیری بر من بکن حواله. ای نو گل بهارم بویدی ز کف قرارم، تا کی به انتظارت، تا کی به انتظارت، با عشق و آه و ناله چون لالا، لاله لبت چون لالا، دندان مثال جاله. لبخند بزن که بینم، لبخند بزن که بینم، جاله میان لاله، لاله لبت چون لالا. عزیزان، قصه های ما با اجمل جان امید و بکتاش جان ادامه داره. پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز. برنامه سلام 1401 است. اگر یادتون باشه مصطفی جان یک برنامه داشت به نام چای با عزیزیار. فعلا مصطفی جان در بخش سمنک با عزیزیار ببینین. تشکر لیما جان، واقعا یاد چای با عزیزیار بخیر. خب سمنک تنها یک نام نیست. این سه هجای کوتاه برای باورمندان نوروز یادآور خاطرات سده هاست. سمنک، سمنک یا سمنو که در کشورهای مختلف در کشورهای همسایه ما هم است. شما سمنک خور هستین یا نیستین؟ در ازبکستان همیشه برای اینجا سمالک هم میگن، ایره سمنک هم، تاجوکا سمنک، سمالک هم تو با هر زبان کمه که لحجه شیویش فرق میکنه. مگم شیرین نیست؟ یک شیردیش یک شیرین است، بسیار با طعم یک بسیار یک فال نیک داره. واقعا مگم میفهمین بکتاش جان زیاد سمنک نمیخوره، به خاطر که میخواه اندامش سیم باشه که در آهنگا مثل که همیشه همونطور مدل باشه، در آهنگا مدل بوده همیشه هست. بیاین که کم مزه کنیم پیش از اینکه برین باز روی صحنه. کامتان شیرین شود، شیرین میخونین، شیرین تر بخونین. بازرگی میشه میخورم. فقط دو قاشق است، من عادتم از با کفگیر میخورم عزیز من، چاره من دهی قاشقای خورترک نمیشه. اجازه است؟ مهربانی میخونم. یاد ندارم من. بخونین یکیتان خواهیم سمنک در جوش است. مردانیش بخونم. خواهی یک زمزمه میکنیم خواهی چرا که بایی سال خوب دیگه باید از زمزمه کنیم. بخیرم اجمال جان زیاد نمیخوره. باش ما زمزمه کنم، سعی بار پوش قاب است قاب خلاص میکنم. تا وقت جان میخوام زمزمه شروع کنم. خواهم یک زمزمه کوتاه براتون میکنم، خدا کنه خوشتون بیاد. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سمنک نظر بهار است، مله شب زنده دار است. این خوشی سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. اولین بار بود که با این راب شنیدم سمنک. اصل سمنک که سابقا زمزمه شده در خود افغانستان در کابل ما اینمی راک بود، اینمی کمپوز بود که یعنی میفهمین چرا گپ گفتم؟ به خاطر که خانما که میخوانند در خانه که میخوانند اونا خب بیچاره‌ام و سر و لای گپار نمیگیرم، تو مستقیم میخوانند. حال برای اولین بار ما ایره با زنگه و خب نگویی که نمیفهمیم. نه نه خدا خودت اهل فرهنگ، اهل قلم، اهل قربانت عزیزم اجمل جان، ممنون. هیچ کمی و کاسی دیده نمیشده هیچ کارتان. خودتون کام تشیرین کو که بخیر بریم طرف جان. اجازه خواست کار کنم نوش جان. واقعا سمنک دوستا فایده ازش هم دیگه واه واه می‌بینیم ولش. حالا بسیار مزه‌دار سمنک. یکم مشکوک به نظر می‌رسی. حالا بسیار کم انداخته بودی. دوستا عزیز سمنک نوش جان کنیم. من امیر تقدیم خودت میکنم. سلام علیکم. خب عزیزا پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. بکتاش جان و اجمل جان همراه ما هستند، اجرا دارند، با ما همراه باشند. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. برنامه سلام 1401 خورشیدی است و آرزو میکنیم که لحظات این برنامه براتون خوش بگذره و تا دم آخر ما را همراهی بکنیم. قسمه که در آغاز برنامه گفتم این بار مهمان داریم از ایران زمین، از کشور دوست، هم فرهنگ و همزبان ما، یکی از صداهای درخشان و رسا، یار، رفیق و عزیزی که همیشه خندان است، آوازخوان، آهنگساز و موسیقیدان خوب ایران زمین که خب در کشور ما هم فعالیت‌های زیاد در زمینه موسیقی داشته. آقای مهدیار حبیبی با ما هستند که خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. سلامت باشین. خیلی ممنون، متشکرم. برای شما من میشه به همین شکل انشالله که سال خوبی داشته باشین. یک سلام هم عرض کنم خدمت بینندگان خوب شما. سال نو مبارک، انشالله سال 1401 یک سال پر برکت و پر از سلامتی باشه برای همه مردم. ممنون. از سلامتی گفتین. در ایران در همین سال که در حال گذر است اوج کرونا بود. بله. من میخوایم بدانم که مهدیار عزیز با کدام نوع کرونا خودت درگیر بودی و کنار آمدی؟ آیا کرونا گرفتین؟ خوشبختانه نه، هیچ کدومش نگرفت. شما زده کرونا بودین؟ بله. ما دوره‌ای که خب به هر حال توی همیشه در سفر بودیم تو سالهای گذشته، بدنمون ایزوله شده دیگه، یعنی مقاومتش بالا رفته خدا رو شکر. اگرم گرفته باشم شاید نفهم. گروه خونتان چی بوده؟ گروه خونتان اوی مثبت. ای او؟ اوی مثبت. اوی مثبت. اوی مثبت اصلا کرونا نمیگیره. نه. اوی مثبت کرونا را میگیره دوستان. خب مهدیار عزیز صحبت از موسیقی و کارهای موسیقی که شما انجام دادین از زمانی که به یاد من میاد که در افغانستان خوب بیشتر وقت بودین، شما با همکاری و فعالیت‌هایتان در بخش هنر موسیقی با ستاره‌های ما، مخصوصاً با بانو اله سرور که یکی از ستاره‌های درخشان و هنرمندان پرافتخار سرزمین ماست به یاد ما هست. یک چیزی که من میخوایم بدانم که تا هنوز هم حمایت‌ها و مهربانی هایتان در برابر هنرمندا هنوز ادامه داره؟ همکار هستین، نیستین، چی گپ است؟ خدمتتون عرض کنم که در بخش همکاری‌های خورده خوب بالا کم رنگ‌تر شده به خاطر که یه خورده فاصله ها دوره، ولی یک سری کارهای دیگه متفاوت برای یک سری از جوانهای دیگه ساختیم که خب انشالله تا یک 3-4 ماه دیگه تولید میشه و به اصطلاح فکر می‌کنم اولم دست شما برسه دیگه انشالله. خب آقای مهدیار، سال نو میشه و همه آرزوهایش و خب دعاهایش هم نو میشه. میشه که یکی از خاطرات بعدتانه که در سال قبلی اتفاق افتاده را بر ما قصه کنین و آرزوی نوتان؟ قبلی نشده که آخرین، یعنی همین بعض خاطرات ناخوشایند می باشه مصطفی جان که آرزو میکنه آدم در سال جدید امو با او اتفاقات آدم روبرو نشه. خب توی سالی که به هر حال هنوز جریان داره و تا چند لحظه دیگه تحویل میشه، خب اتفاقات ناخوشایند زیاد افتادن. مسائل خب مهاجرت بچه های هنرمند که واقعا باعث ناراحتی بود. خب به هر حال هر کسی یه کاری داشت، زندگی داشت به هر حال، و این اتفاقات خب یه خورده واقعا ناراحت کننده بود، مخصوصا اوایلش که خب یه صحنه‌ای می‌دیدیم که واقعا همه، نه من شخص خودم، همه کسایی که در ایران بودن خیلی احساس ناراحتی داشتن و انشالله که سالهای آینده خوب بشه، این مسائل نباشه، واقعا نباشه. مهدیار عزیز، از سفره هفت‌سین بگو بر ما که امسال سفره هفت‌سین در راه است، اینجا دارین ندارین یا قبلا داشتین؟ چرا که نه سفره هفت‌سین به هر حال فرهنگ آریاناست دیگه، یعنی کلا خراسان زمین هست و این فرهنگ مشترکه. خب ما هم به هر حال یک هفت‌سینی داریم، همینجور سبزه و سیر و سماق و همون چیزایی که 7 کلمه‌ای که با سین شروع میشه و اصطلاحاً باید خوردنی باشه و هم برکت داره، هم به اصطلاح باعث روزی و این چیزاست که خب یک عقیده‌ای هست که از قدیما بوده و هنوزم که هنوزه اتفاق میفته. خب از مکان‌های شرکت رویداد در نوروز بر ما بگوین که در ایران مردم بیشتر به کجاها میرن؟ طبعا که از یکی دیگه هم بازدید میکنن، چی اتفاق رخ میده؟ چی گونه تجلیل میکنن؟ از چی؟ 13 بدر. آقای حبیبی من خبر دارم 13 بدر چی میگن؟ از خانه بدر شده بر آفرین مدت طولانی. همچنین مصطفی جان چهارشنبه سوری بسیار زیاد نام داره، در رابطه به این هم بر ما بگوین. چهارشنبه سوری خب یک فرهنگ دیرینه است دیگه در ایران. یادم که سالهای 2010 2009 اینا خیلی رواج پیدا کرده بود دیگه، کسایی که در کابل بیشتر با هم رفت آمد داشتیم همه این چهارشنبه سوری رو تجلیل می‌کردن، این شده عادت شده بود. چهارشنبه سوری همون به اصطلاح یک فرهنگی که همیشه هم هست. این چند روز پیش هم که بود، همین به اصطلاح فضایی که مردم درد و غمشون رو به آتیش میدن و به اصطلاح خب آتش یک 3 عنصر داره به اصطلاح لحاظ فرهنگی در ایران. اولیش روشنایی، دومیش گرما و سوم این که به سمت بالا میره، یعنی انسان رو چیز میکنه که حس به سمت بالا رفتن داشته باشه و این که رو آتیش میپرن. یه فرهنگیه که تمام او غماشون و چیزهایی که در سال گذشته اتفاق افتاده رو با هم آتیش از بین میبرنش. بسیار عالی. خب مهدیار عزیز، چند آهنگ که آماده ساختن کوتاه در موردش بر ما بگوین و بعد همه آهنگا را پی در پی بر ما دوزاریم اجرا کنین. البته نگفته نمانه که مهدیار عزیز قرار است به گونه زنده یا آهنگا را بر ما اجرا کنن. بیشتر از خود شما زنده باشید، گزارش بیشتر از شما. خب زمان کم بود، به هر حال یک چند تا آهنگ آماده کردیم برای اجرا، اونم به صورت زنده و میدونید که خورده اجرای زنده کمی سختی‌های خاص خودشو داره بله. ولی یه آهنگ خیلی زیبا است که خب مرحوم احمد ظاهر هم خونده بود و که به نظرم یک فوق‌العاده ملودی زیبایی داره. یکی اون هست که دنیای زندونی بله. یا به نام زندونی بسیار آهنگی بود که سالها شنیدن همه مردم، اون رو تقدیمشون میکنیم. آهنگ دیگه هم که انتخاب کردیم بازم آهنگ قدیمی ایرانی هم فکر میکنم مردم خاطره داشته باشن، به اصطلاح به نام دنیا وفا نداره یا همون ای خدا ای خدا، که خب حالا باز میشنون یادشون. خب اگر حاضر باشین مصطفی جان اینا اجرا کنن دیگه، من بی‌صبرانه منتظر اجراشون هستم. پیش از اینکه آهنگا رو اجرا کنن از حضورتان در این برنامه سپاسگزار هستم. خوشحال بودیم که امشب خوشحال بودیم و هستیم که در کنار ما هستیم. زنده باشیم مثلا نوروز. بفرمایید استیج از شماست. با عزت. دنیا فقط دو روزه، آدم دلش میسوزه. ای خدا ای خدا ای خدا، آدم که به گذشته یک لحظه چشمی دوزه، بیشتر دلش میسوزه. ای خدا ای خدا ای خدا. امشب پروبان دارم، شور دارم، حال دارم. امشب تو این سینه دلی خوشا برهمان دارم. امشب میخوام مست بشم، عاشق و یک تناس بشم، بدون تو نیست بودم. امشب میخوام مست بشم. امشب تو این سینه دلی خوشا برهمان دارم. امشب پروبال دارم، شور دارم، حال دارم. امشب تو این سینه دلی خوشا برهمان دارم. امشب میخوام مست بشم، عاشق و یک دست بشم، بدون تو نیست بودم. امشب میخوام هست بشم، یه جون نابابلی هست، بذار فدای تو بشه، بیفته زیر قدما که خاک پای تو بشه. شراب کهنه شراب امشب بالو پارم بده، حرف نگفته خیلیه، جرأت بیشترم بده. امشب میخوام حرف بزنم، خنده کنم، گریه کنم. لطفی کنی ساقی اومه چندین برابرم بده. امشب میخوام مست بشم، عاشق و یک دست بشم، بدون تو نیست بودم. امشب میخوام مست بشم، یه جون نابابلی هست، بذار فدای تو بشه، بیفته زیر قدما که خاک پای تو بشه. دوباره خوش آمدین. نوروز شما باز هم پیشا پیش مبارک باد. قسمی که در آغاز برنامه گفتم، ما مهمانان از کشورهای همزبان و همفرهنگ در این برنامه با خود داریم، در کنار ما هستند و خوشبختانه در این بخش برنامه مهمان داریم که تازه از دوشنبه شهر تاجیکستان زیبای ما تشریف آوردن و در کنار ما هستند بانو فرهناز شرفو. خدا کنه که درست تلفظ کرده باشم. من شرفو بایشم، درست گفتم بایشم؟ بسیار خوش آمدید. خوش آمدین فرهناز جان. رحمت برای دعوتتان. خوش باشد. نوروز را برای شما و بینندگان مبارک باد میگویم. تشکر. سال نو شما هم تبریک. بسیار خوش آمدین به برنامه. ما هم خوشحال هستیم که امروز شما را داریم. رحمت. فرهناز عزیز، شما سمنک دارین در تاجیکستان؟ بله، سمنک داریم. سمنک میگین، درست است؟ سمنک میگین. یک پیش و یک زبر فرق میکنه. در ازبکستان و تاجیکستان سمنک میگن، در ایران سمنو میگن، در افغانستان سمنک میگن، ولی تمامش یک شیرینی داره. و هفت میوه چطور؟ شما هفت میوه دارین؟ این هفت میوه است. منتها ما در جان بیننده زدیم فقط سه میوهش انداختیم. از هفت چهار دیگهش نیست. به هر حال فرهناز عزیز، چه شد که به موسیقی رو آوردین خواستین که خواننده باشین؟ راستی از خردی آرزو داشتم که روی صحنه بیایم و خدا رو شکر میکنم که امروز روی صحنه هستم. سرودهای من رو میبینن میشنون، همه دوست دارن، طرفداران زیاد دارن. بله بدون شک. خب فرهناز جان، صحبت‌های ما در مورد موسیقی شد. با موسیقی احمد ظاهر چطور آشنا شدی؟ موسیقی احمد ظاهر، فکر میکنم که استاد احمد ظاهر رو آهنگاشون میشنیدیم. بله آهنگاشون میشنیدم و فکر میکنم که تمام دنیا او را دوست میدارد. بدون شک تمام دنیا او را سرودهای وی را گوش میکند و من هم یکی از آنها هستم. بله. شما آهنگهای مرحوم احمد ظاهر زیبا میخوانند. این روزها با کدام موسیقی افغانستان سرخوش میشین؟ خوش شما میاد؟ نغز از بر شما از آهنگایی که دیگه اواخر از آوازخوانان از دیگر صنعتکاران یا که؟ بله از جمله صنعتکاران. راستی همه صنعتکارای افغان دوست می‌دارم، آهنگاشون گوش میکنم. لیما جان دیدین؟ لیما جانم میخوانم. بسیار نغز میخوانم. بسیار. نگفتن امانه که مصطفی جان بسیار یک صدای زیبا دارد. هدف ما اینه که بگویم. شاید آهنگاشون بخوانم. چطور که نه؟ چطور دادک همان هستن که میگم بخوانم آجل دادم میشه بخوانم. اگر یک کمی به خاطر زیکمو فرهناز عزیز از تاجیکستان آمده. خب نگفتنمونه که یک راه طولانی را طی کردن با موتر آمدن. لیما جان به این دلیل ما میخوایم که کمک امو یخهایشان بشکنن. یخ به این معنا که یک کمک هنوزم گرفته هستن. یک کمه اگر بر ما زمزمه کنن. چطور موافق هستین؟ یکی از سرودهایی که بر شما نغز است زمزمه کنین. همه جا هستم و نیستم، پیش تو هستم و تنها، منو از خودت رها کن، یه هوای تازه میخوام، خسته و زخمی زخمی، ابریه ابریه چشمان، نشده این دل واپسی من که خیلی وقته خیلی تنها، به دنبالی کی میگردی منو نشناختی و نشناس، تو چی دور باشی چی نزدیک یکی از ما هنوز تنهاست، هنوزم رد پاهامو فقط برگاه کی میدونن. خیلی زیبا بود. خواندن ای آهنگ ساده نیست، زمزمه کردن ای آهنگ ساده نیست. بانو گوگوش عزیز که همه فارسی زبانان ما دوستش دارن و واقعا یکی از اسطوره های موسیقی فارسی زبانان هستن. خیلی زیبا. مصطفی جان ما گفتم چون سال نو است، خب همه یک آرزوی نو می داشته باشه. خب هنوز نشده در راه است. خب همه یک آرزوی نو می داشته باشه. فرهناز جان خودت چی آرزو داری در این سال؟ در نوروز همه خرسند هستند و آرزو دارم که همیشه خرسند باشند. اگر ما را بگذارن که خرسند باشیم خرسند می باشیم واقعا. فرهناز عزیز، خب قسمت پیشترم گفتم لیما جان یکی از سرودهای بانو فرهناز که مردم با آهنگ شناختنشان، البته در افغانستان آهنگ دوستت دارم همیشه است که با می آهنگ چطور است که ما شما کیف کنیم یا آهنگ بشنیم؟ خب میشه فضای برنامه هم گرم شد. بله. نمیشه گل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه گل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه دوست دارم همیشه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه نمیشه کاکل تو پریشا پریشا وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه همیشه. به به، آهنگ خیلی زیبا و چقدر پرسوز و پرگداز اجرا کردن یا آهنگ بانو فرحناز. دوستا، قسمی که شما در جریان هستین در برنامه سلام 1401 که جشن نوروزی است و جشن نوروز بدون سمنک نمیشه. همکارم لیما امیری در بخش توزیع سمانک است. یک بخش را که برای دهن شیرین کردن مهمانا تهیه دیدیم و با فرهناز شرفو هستن و دهنشان شیرین میکنن. لیما، تشکر مصطفی جان و جایی که خودتان در بین ما خالی. عزیزا، قسم که میفهمین با شروع نوروز همه نازنینا جمع میشن و نظر سمنک آماده میکنن. امروز فرهناز جان همراه ما است و ما هم خوشبختانه در برنامه سمنک داریم که رنگ رخش همه تو بسازد خوب شده و ما میخوایم که از فرهناز جان پرسان کنیم که آیا در تاجیکستان هم در میله سمنک خانما اشتراک میکنن و از سمنک چی رقم تجریل میکنن؟ بله، در تاجیکستان زنها گردی دک جمع می شوند و سمنک را با سرود خواندن میپزند. اما سرودش اگر ما و شما بخوانیم چی نظر دارین؟ چی میگن؟ سمنک در جوش ما، سمنک در جوش ما دفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. تشکر فرهناز جان. خیلی خودت سمنک بچش و ببین که خوشمزه آمده یا نه. باشه بچه میچشم. بسیار خوشمزه است. خوشمزه است؟ بله، همون طور است. همون طور است که در تاجیکستان است. فرهناز جان، بسیار تشکر از حضور خودت در برنامه ما. بسیار زیاد خوشحال شدیم که امروز شما را داشتیم و شما سلامای ما را به تاجیکستان حتما تقدیم کنین و باز هم آرزو میکنیم که یک بار دیگه شاهد عزیز باشیم که شما در برنامه ما مهمان باشین. سلامت باشین. رحمت. تشکر. عزیزا، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم. برنامه سلام 1401 ادامه داره، جای نرین. عزیزا، دوباره خوش آمدین. برنامه سلام 1401 است و سال نوتان پیش از پیش مبارک باشه. قسمی که پیشتر مصطفی جان یادآوری کردن که ما امروز در برنامه مهمانای از کشورهای همسایه هم داریم و مهمان ما که از کشور زیبای تاجیکستان آمدن روی صحنه هستند. بله، مهمان ما که تقریبا از راه دور بگوییم با موتر البته آمدن، پای پیاده آمدن، از راه دور آمدن، چنا صبور آمدن و روی صحنه هستند از دوشنبه شهر تاجیکستان زیبا با مردمان صمیمی خوشقلب با سرودهای زیبا و دلانگیز. بانو فرهناز شرفو روی صحنه است. عشق تو ای جانم من کشته و قربانم حیران و پریشانم مدرسه نمیدانم در عشق تو ای جانم من کشته و قربانم حیران و پریشانم آدرسه نمیدانم آدرسه نمیدانم خب نیما جان ما خودت که هستیم تا ای که سال تحویل میشه باز میاییم و باز میریم و برنامه ادامه داره. در بخش بعدی ما هنرمند محبوب مشهور ازبکستان مهمان برنامه است و همکار عزیز ما ناصر داریوش ما را در این بخش همراهی میکنه و این بخش گردانندگی میکنه. با ما همراه باشین از باربود میوزیک. گل به سر، گل به کمر، گل به کنار آمده است. باغبان در بکشا، فصل بهار آمده است. خیلی از جمله عروسان همه با بخچه نور پس دروازه به همراهی یار آمده است. یک جهان تشکر از همکارای مصطفی عزیزیار و خانم لیما امیری. برنامه سلام 1401 است از شبکه باربود میوزیک. برنامه ما همچنان ادامه داره. ما خواستیم که جشن نوروز با اشتراک هنرمندان پراوازی افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار بکنیم. از میان هنرمندان پراوازی ازبکستان دردانه شرق، کسی که لقب دردانه شرق به خود گرفت خانم فیروزه جمانیاز و به برنامه سلام 1401 خوش آمدین، خوش گلفتیز. خوش وقت بولین، یاشمیسیز. بهار بیرمینگیز، نوروز ایامینگیز مبارک باشین فیروزه خانم. رحمت، سلگی هم مبارک باشین، رحمت. سلر نوروز bayramını O'zbekistonda qanaqa kutib olasizlar? Biza har yil Navroz bayramini juda ham tantanaviy ravishda kutib olamiz. Bizani milliy bayramimiz hisoblanadi. Ya'ni sumalaylar bo'ladi. Yig'ilishlar bo'ladi shu qarindoshlar bilan. Sumalakning atrofida yaxshi niyatlar qilib kutib olamiz. Juda ham yaxshi kutib olamiz. Bizda boshqacha bayram bo'ladi, katta bayram bo'ladi. و بهار پیرامده هر یل سزه هدیه یا نوروزی توفیز ازبکستان و افغانستان خلق چند بار می؟ البته بار. یعنی ایجادلار از با خدا؟ یعنی ایجادلار مزدن یقین ده صبوری جنابلار بلند بده یعنی کشق قلدیک شبهای بی ترانه نمانه نمانه دیگه کشق قلدیک و بو کشقنه قلش مزدن مقصد Afg'onistonli muxlislarimni, Tojikistonli muxlislarimni, mana shu O'zbekistonda yashayotgan Afg'oniston xalqini xursand qilish nimasi uchun shu qo'shiqni kuyladim. Firuzaxon, siz bilasizki, Afg'onistonda million insonlar sizni ovozga ishqiboz, sizni muxlislar juda ham Afg'onistonda ko'p. Buni yaxshi tushunasizmi? Ha, bilaman, albatta bilaman va bundan faxrlanaman. O'zimni ham juda ham o'tgan safar ko'rsatuvda ham aytganman. Juda ham qarindoshday bo'lib qolgan tanishlarim bor va shular bilan hali bugungacha mana bordi keldi qilamiz. Yaqin kunlarimda kelishadi, xizmatda bo'lishadi, qarindoshday biza bo'lib qolgan. Binandoy aziz va do'stlarona jashnbori Salam 1401 از شبکه باربود میوزیک شما میفهمین که فیروزه جمانیاز و میلیون علاقمند در داخل افغانستان داره، در تاجیکستان داره. و خانم فیروزه جمانیاز و از جمله ستاره های تابناک موسیقی در مجموع آسیای میانه است. من سومالگیلان تات کوریلیکچه. بینندهای عزیز. کم پشرده سس پشردیزم. یا بذار همکارانش پشرگان بینندهای عزیز قسم می‌بینیم. با خاطر از که خانم فیروزه جمانیاز و با اجرای آهنگای بی‌نهایت زیبایش کم خسته شد. با خاطر از که کام خدا شیرین کرده باشه همکارای ما سمنک پخته کرده بودن. خواستیم که کامشان شیرین بکنن که حالا رفع خستگی هم شود. آزگان چرچت از البته که. یا چرچ مادم. سومالک چرچخته آلات ایشتن من. سومالک توق قلده آدم ایلیگینه توق قلده همکارای ما سمنک پخته کرده بودن ما خواستیم که خانم فیروزه جمانیاز و کام خدا شیرین بکره قند آسن سمالک چقدر است؟ یا قشق من میگه چقدر است؟ آزگینه سر بیرون ana bismillah. Niyat qilib yeng. Albatta. Qanaqa chiqibdi? Voshi. Juda ham mazali. زور بهار ما واقعا زیباست. امسال بهار ما با وجود که از افغانستان از وطن دور هستیم، اما هنرمندای پراوزی کشورهای همسایه در این بهار ما را تنها نگذاشت، با ما هستند تا بهار ما را لبریز از ترانه و موسیقی و چنگ و چغانه بکنند. از این خاطرم همکارای ما سمنک پخته کردن تا سمنک بچشیم و چون میفهمید که سمنک نظر بهار است. بزا سمنک سلا سمنک دیسلر سلا سمنک دیدم. سمنک دیشده. سمنک bizada sumalakni eski kampirlar qilishadi. Eski o'sha yosh katta kampirlar qilishadi va kichkina bolalarni chaqirishadiki, niyat qilgin. Niyat ijobat bo'ladi. Sumalakda qilingan niyat ijobat bo'ladi. Va mana shu sumalakni bir to'yib yegan odamga 1 yilga quvvat yetadi deyshadi bizada. بینندای عزیز چه یک فلسفه زیبا را در رابطه با سمنک خانم فیروزه جمانیاز با زبان شیرین ازبکی گفت و ما میخوایم براتون ترجمه کنم. میگه که کسی که در بهار با یک نیت خوب سمنک بخوره تا بهار دیگر شاد و خندان میباشه. امیدوار هستم این چنین باشه. یک جهان کتر رحمت سیستن زور زور بودتا مزا قلدیک رحمت بیننده های خوب باربود میوزیک جشن نوروزی سلام 1401 است و ما و مصطفی جان هم در خدمت شما هستیم. خدا کنه که تا این لحظات برنامه خسته نشده باشین و مهمانای خوب ما از کشور تاجکستان هنوز تمام نشده. امروز هم یک مهمان خوب دیگر داریم از کشور زیبای تاجکستان که در برنامه سلام 1401 یک تحفه بهاری برای ما و مصطفی جان و بیننده های عزیز ما دارن. آسیا جان امروز مهمان ما هستند. بله آسیا جان عزیز بسیار خوش آمدین. خوش باشین. جشن نوروزی سلام 1401 سال نو شما مبارک باشه. نوروز علما فروز به هر یک شما به هر یک بینندگان مبارک باشه. سلامت باشین. آسیا عزیز میخواستیم در اول بپرسیم از شما که چند سرود دارین؟ زیاده از 15 سرود دارم. ده 15 سرود. باید شما از چه زمان آغاز کردین خواندن آهنگ یا سندکار شدین؟ راستی از خورده بسیار حواس داشتم. در افغانستان که معمولا از آوازخانه بعض آوازخانه بپرسین که چه زمان شما آغاز کردین به قول شما سندکار شدن، میگن که از گهواره. باز ما مطلب بسیار معروف داریم که میگه زگهوار تا گور موسیقی بجایی. شوخی کردم، دانش هستم دوستان. و خب به قول شما سندکار یا به قول ما آوازخوان شدن کار ساده نیست دیگه. شما حتما یک سفر طولانی را طی کردین. بله موسیقی هستی من است، دنیای من است. چه زیبا، چه زیبا. من به موسیقی خود را تصور کرده نمیتوانم. واقعا یگان دوستا هستن موسیقی را گم میکنن، یگان دوستا موسیقی را گم میکنن، یگان دوستا را موسیقی گم میکنن. همت شده در این اواخر. خب آسیا جان شما از تاجکستان آمدین به برنامه ما. گاه سفر به کابل هم براتان برابر شده یا خیر؟ نه. تا کابل نرفتید؟ نه. اگر برابر شوه میره؟ نصیب خدا خواهد میره. آلا نرین آلا کابل پیش شما آوردیم ما. خوش آمدین. سلامت باشید. آسیا جان در تاجیکستان خب ما بدون شک همونطور که گفتم هم فرهنگ هستیم. واضح است میدانیم که در تاجیکستان چه جریان می‌داشته باشد در روزهای نوروز، ولی بعض تفاوت‌هایی است که شما بیشتر شاید جشن میگیرین یا گپای وجود داره که ما به خبر هستیم. اگر بر ما بگوین در تاجیکستان در روزهای نوروز چی گپا می باشد؟ ما برای نوروزی بسیار تیاری ها می بینیم، سخت تیاری ها می بینیم. در روز نوروز جشن می گیریم، سمنک می پزیم. بسیار عالی، بسیار عالی. دنگچه ها می پزیم. چقدر خوب. خروتاب می کنیم. خروتاب. خروتاب می کنیم. مصطفی جان صحبتون روی نوروز شد. خب صحبت روی رسم و رواج بود. طبعا در نوروز هم خانما همیشه لباس های زیبا می پوشن و متوجه از این می پوشن که فیشنشان به دلشان باشه، ولی مردها در افغانستان شکایت دارن، میگن آماده شدن خانما بسیار وقت زیاده میگیره. در تاجکستان هم میگه پا هست یا خیر؟ بله میگه در تاجکستان هم قرن در بر میگیره که آماده شوک. در تاجکستان هم هست که زن دیرتر تیار می شود، مقصد خودش آرایش میکند. با مخصوص در روز نوروز چکنا می پوشیم، لباس موهای سرمون می بافیم، زیاد وقت میگیره برای میسر بافتن. چند روز پیش از نوروزی تیاری ها را میگیرین؟ امی آمادگی های آرایش چند روز پیش از نوروز میگیرین؟ هست که یک هفته پیش برای لباسامون، برای دختنش، برای چکن دختن. شما برنده شدین. چکن انتخاب میشه برای خیاط دادن میشه تا که دیگه به مدل بیاید لباس آدم؟ نه، به خاطر که لیما جان موضوع را یادآوری کرد. خب واضح است در همه جای خانم‌ها بیشتر وقت میگیرن، هیچ مشکل نداره. حال چی بگویم از دست ما چی میایه که میگن که میگیره؟ خب میگیره دیگه. حال واضح است رسیدگی به خودشان، آمادگی، آرایش یا خب یک زیبایی است واقعا. اما خدا میدونه چرا قرار وقت میگیره، نمیدونم. به هر حال خوب است. آسیا جان بر ما کدام آهنگ، کدام سرود قرار است اجرا کنین امشب؟ تحفه آوردین بر ما در برنامه نوروزی ما. من یک ترانه مخصوص آماده کردم با لهجه شما است، مخصوص برای شما این شام تقدیم می‌کنم. زیباست. لهجه های فارسی چه در تاجیکستان، چه در ازبکستان، در ایران و افغانستان لهجه های شیرین است، اما مهمی است که ما میدانیم که بین هم چی میگیم. واقعا این زیباست، لهجه ها شیرینیش است مثل هفت میوه. خب ما آماده هستیم بشنویم، ما را در انتظار نگذارین. آسیا جان و آهنگی که آماده گرفتن بر ما در برنامه نوروزی ما اجرا کنند. آستانه خداحافظی قرار دارد. سال پر از رنج و شوربختی برای مردم ما بود. آرزو میکنیم سال 1401 که تازه از راه میرسد، سال پر از برکت، فراوانی و ختم سرگردانی و پریشانی های مردم ما باشد. بله، فرارسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه ما امید داریم بهتر از گذشته باشد. پس در این سال برای شما سلامتی، صحتمندی، مهر و دوستی و عشق را آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که همیشه دلایشان مصطفی جان شاد باشه و پریشانیایشان و غم و هندویشان دور باشه. بشک. خب در آخرین قسمت های سال 1400 قرار داریم. چه زیباست لحظه های آخر سال 1400 با اجرای یک ترانه به نهایت زیبا که در گذشته های دور آهنگ توسط داوود سرخوش اجرا شده بود، اما هرگز داوود سرخوش راز آهنگ افشا نکرد. امشب برای شما با صراحت لهجه براتان بیان میکنم که آهنگ از ساخته های عالی جناب ترانه سرای بزرگ مشرق زمین محترم امیر جان صبوری است که داوود سرخوش سالها پیش اجرا کرده بود، اما هرگز نام آهنگساز و کامپوزیتورش نگفته بود. در لحظه های مانا و مانگار زیبا آهنگ از صدای دردانه شرق خانم فیروزه جمانیاز و اجرا میشه و با درخواست خود عالی جناب ترانه سرای بزرگ شرق آهنگ برای خانم فیروزه جمانیاز و اهدا شد و خانم فیروزه جمانیاز و هم با تمام زیباییش آهنگ اجرا کرد. امیدوار هستیم که شبهای بی‌ترانه ما به پایان برسه، قلبهای ما لبریز از عاطفه و عشق و محبت و صمیمیت شود در سال 1401. آمین. و تمام لحظه های ما تمنا میکنیم که لبریز از چنگ و چغانه و هستی و مستی باشه. تحویل سال؟ بله، و میرسیم به لحظات تحویل سال و شماره میگیریم همه با مهمانان که در این برنامه با ما حضور داشتن. البته از ده شماره بگیریم. آماده هستین بخیر؟ آماده همه؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نوروز همه پیروز. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. عزیزای دل یک بار دیگه خوش آمدین همتون به شبکه تلویزیونی باربود میوزیک خوش آمدید میگم و برنامه سلام 1401 است و چه خوب است که ما در سال نو در جمع ستاره ها هستم. قسمه که خودتان میبینین در تصویر مصطفی جان خب مهتاب ستاره ها بود و دو جوان بسیار خوب، دو هنرمند بسیار خوب، دو ستاره طلایی افغان امروز در برنامه مهمان ما هستند. بله، همونطور که لیما جان گفت ما در کنار ازی که با این دو عزیز ما خاطرات فراوان دارم، هر دوشون خیلی دوست دارم، رفیق ما هستن، عزیز ما هستن و استعداد هر دویشان در بخش خودشان فوق العاده است و یگان دفعه لیما جان اتفاق میفتید که ما در زمان که منصور جان در برنامه بود باز با هم صحبت میکردیم در مورد انتخاب آهنگا و همونطور وقتی که اسام جان در برنامه ستاره افغان بود با هم میشیشتیم، آمادگی میگرفتیم، پلان میگرفتیم یا ایناله که هر دویشون ستاره شدن یک دفعه امروز تماس نمیگیرن که اجازه است یا آهنگ بخوانم. به هر حال هر دوی شما خوش آمدید، اسام جان، منصور جان، سال نوتان پیشا پیش مبارک. اولتر از همه سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی بیننده هایی که همین اکنون ما را بیننده هستند و سال نو پیشا پیش تبریک میگم برشان. من برای همه دوستا سال نو تبریک میگم و به امید ارزی که این سال باعث شود که همگی خاطرات خوبش حیات کنن و بدون کدام غم و درد، بدون کدام تکلیف و مریضی و رنج سال به خوبیش بگذره و سال بعدیش آغاز کنیم. بخیر. خب هر دوی شما در ستاره افغان و در برستاره و بازم در ستاره افغان در دورهای مختلف بودین. من میخوایم بفهمم که چی شما را به هم نزدیک ساخته که اینقدر صمیمی شدین. والا منصور جان خب مرا بسیار دوست داره و شوخی میکنم امو رقم ما میگه دل به دل آینه است. شوخی نمیکنی دیگه، جدی میگی و آنه چون من بسیار به اعتماد به نفس کامل گپ زدم ولی بسیار مزه میداد که خود منصور میگفت ما هم میگم فخر گپات ولی با بعض آدم میتونه بیشتر اونس بگیره که کار قلب است و منصور جان من قلبا دوست دارم، مثل برادرم است و برادر کم احساسش نمیکنه. خب یک آهنگ اول از یکی از اینا میشنویم، بعد از او باز چی میکنیم؟ بعد از او فال میبینیم. فال جالب است که بیشتر لیما جان یاد کرد که سمنه که وقتی که آمادگیش میگیرن کمی سبزش برسه باز خانما در خانه فال میبینن. باز او را بعدا تشریحات کردیم و اینجا یک فال هم خواد دیدیم. فعلا اسام جان اجرا میکنه و در مورد اجرای خود یک کم بر ما میگه. خب من بسیار دوست دارم که آدم ارزش های خود همیشه باستاب بته و اونا را گفته بعضا که لغت میپرانن اپدیت نگاه کنیم. یکی از آنگاهی را که بسیار دوست داشتم و موقع اجراش در برنامه ستاره افغان ابر ستاره میسر نشد که اجرا بکنمش، خواستم که آهنگ اجرا بکنم با امید از اینکه در حق آهنگ جفا نکرده باشم و دریا صاحب اگر برنامه را ببینن امیدوار هستم که البته خوشحال میشه، یعنی مطمئن هستم حداقل بتونم خوشحال بسازمشان. بله و دوستایی که آهنگ دوست دارن با آهنگ خاطره دارن به یک نحوه بتونیم که خاطرات دوستا رو با آهنگ تازه بسازیم، چون به قلب من آهنگ بسیار نزدیک بود، میخوایم که میره برای دوستا اجرا بکنم. صحنه از خودت اساساً سلامت. بابا چه قیامت به من بیایی، بابا چه قیامت به من بیایی، گل چادر و سبز پیرهن بیایی، گل چادر سبز پیرهن بیایی، از پیش من ای نسیم بانوی بهار، از پیش من ای نسیم بانوی بهار، گل گل رفتی چمن چمن بیایی، گل رفتی چمن چمن میایی، جانم در قده نیستم در بده، جانم در خدتت نیستم در بدت ای دخترک وطن ما قربان جدت ای دخترک وطن ما قربان جدت جانم در خدت نیستم در بدت جانم در خدت نیستم در بدت بیار چیدم گل تر چیدم گل تر بیار چیدم گل تر از لب لب جوی و بار چیدم گل تر از لب لب جوی و بار چیدم گل تر یک دستانه یک زبطنه یک دامنه یک دستانه یک زبطنه یک دامنه یک شاخنه یک بهار چیدم گل تر یک شاخنه یک بهار چیدم گل تر جانم در قدت نیستم در بدت جانم در قدت نیستم در بدت ای دخترک وطن ما قربان جدت ای دخترک وطن ما قربان جدت جانم در قدت نیستم در بدت جانم در قدت نیستم در بدت الا توبه 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 گار استم شبای جمعه دم هزار استم چار گرد سخی بیره دار استم با چشم سیایت خریدار استم اگر یار نداری و تو یار استم نامزاد نداری مخواستگار استم هر بار که از دهکدت میگذرم هر بار که از دهکدت میگذرم یک باغچه سبز میشوی در نظرم یک باغچه سبز میشوی در نظرم آنگاه درختهای آن باغچه را آنگاه درختهای آن باغچه را یک لب به خیال قامتت میشمرم یک لب به خیال قامتت میشمرم جانم در قدت نیستم در بدت جانم در قدت نیستم در بدت ای دخترک وطن ما قربان جدت ای دخترک وطن ما قربان جدت جانم در قدت نیستم در بدت جانم در قدت نیستم در بدت بسیار مقبول بسیار شام زنگ دل ما را کندی در این شب سال نو اینم تو آهنگا زنگار دل آدم سلامت میکنه و هم در سال نو ما مصطفی جان میخواستم یک سوال از اسلام جان پرسان کنم چون اسلام جان خودش همیشه در برنامه ها هم یادآوری کرده که همیشه مصروف کارها همراه ما و شما بوده در تلویزیون و اسلام جان آل از کارهای جدید هم کم بر ما قصه کو موسیقی هیچ وقت از زندگی ما نرفته. بعضی دوستا پرسان میکنن که چرا تولید نداری موسیقی را ایلا کردی که خوشبختانه یک گپ نیست بر خودم البته من فقط تولید ندارم ولی ما با موسیقی بزرگ شدیم با موسیقی زندگی کردیم و با موسیقی زندگی میکنم کارهای جدید هم در راه و کارهای جدید بخیر در راه است اینمی سال که در پیش رو است دیگه امیدوار هستم که یک سال پربار باشه برمیگی و من بتونم تولیدات ما داشته باشم یک دلیلش ما میخوایم برای بیننده ها بگویم چون ما از آغاز در جریان هستم از همه گپا ای که حسام جان همی که از برنامه ابر ستاره فارغ شد جالب است که هر دوشون هم در ستاره افغان بودن هم در ابر ستاره همی که از ابر ستاره فارغ شد برای بیچاره مجال ندادن که شروع کنه آوازخوانی را دفتر ما دعوت به همکاری کرد از حسام عزیز که بیاید کنار ما کار کنه و بزرگترین برنامه تلویزیون طلوع را حسام جان کارگردانی و تهیه کرده که شاهدش بودیم و این یکی از استعدادهای خارق‌العاده دیگه حسام جان است که باز مجال پیدا نشده که بخونه اما آله بهتر است که بگویه که پیدا شده مجال ما میخوایم کوتاه در مورد مصاحبت که گفتین که برنامه بزرگ بدون شک که بدون همکاری شما عزیز یار صاحب و تمام همکارای دیگه که ما منتظر این میسازیم دقیقاً بخصوص ما واقعا دوستشان داره و بسیار خوششان دق شدیم موجب جان حفیظ جان و خودش تمام دق شدی دیگه اینا یاد کل همکارای ما مصطفی جان با وصفی که هر روز میبینم ولی از دفتر که وقتی که از یارم خانه میرم من خانه میرم واقعا صادقانه میگم دق میشم پشت جان خوشحال هستیم در کنار ما هستی و منصور عزیز که یکی از صداهایی است که آلا در موردش چی بگویم شما بهتر میفهمین که در ابرستاران چقدر درخشید چقدر خوان چقدر زیبا چقدر تشویق شد. منصور خودت هم جایگاه خاص خودت در دل مردم ما داری و اینمی یکی از نعمت‌هایی است که به هر کس میسر نیست که در گوشه دل هر انسان جان داشته و یک استعداد بسیار خوبه که منصور جان داره در پهلوی از اینکه آهنگای دری اجرا میکنه آهنگای ایندی را به طریقه خاصش اجرا میکنه که علاقمندای خود در آهنگای ایندی هم داره. منصور جان در این قسمت میخواستم یک سوال بپرسم از خودت که خودت یک ریمیکس از آهنگ ایندی و افغانی جور کردی در رابطه با این آهنگ که بر ما بگویی و باز جایش هم دیگه بله چرا نه. خب آهنگ هندی و فارسی است که هندی با آواز ارجیت سینگ است و فارسی هم در بین که من اجرا میکنم در این آهنگ از جاویدجان شریف است. چیز زیاد نیست، چیز ساده است. خواستم که را امروز در سر استیج اجرا کنم. شکستن حبسی میکنی هر دو هنرمند را که آهنگش قرار است اجرا کنی هر دو هنرمندای کمی نیستند. هم جاوید شریف که یکی از بهترین های موسیقی ما است و هم آجیت سینگ که یکی از بهترین های موسیقی هندوستان است و ما هم دوستش داریم. ما میخوایم که آهنگ خودت اجرا کنی منصور جان نمیمانیم که رقم چرا نه ما کمت میگیریم چرا نه چرا پس به افتخار منصور جان. منصور جان صحنه از خودت است بفرمایید. شکر بسیار زیاد. राह पे है घर तेरा अक्सर वहाँ से हमें गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू समझ जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है ओ मदीना چون هدیه خدا چون روشنی ما در زندگی تنها با تو هیچ غم نیست مرا به تو آواز بی صدا هرگز تو را به کس نمیدهم عشق ای آشنا من کاملا با مهر تو تو هستی هدیه از خدا حتی من تو جا نمی را گشتن به سر بلای است قربان شما من بسیار زیبا منصور عزیز با یاد گپایی که در سر استیج دق شده بودم من واقعا پشته امی لحظاتی که ما شما در کنار هم باشیم قسمت پیشتر لیما جان یادآوری کرد اما همکارای ما که فعلا نیستند در کنار ما در هر کجایی که هستند برشان سلام برسه و صحت و سلامت باشن خب زندگی از گاه هر کس یک طرف میره گاه یک جا هستیم گاه با همی گاه به همی گاه فریب و گاه یقین است به گفته سمت دعای ما همی است که یک روز شب پس در جمع ما عزیزای ما هموطنای عزیز ما یک جا با هم بشینیم بخیزیم و زندگی کنیم آمین میریم به طرف فال مصطفی جان پیشتر خودت یادآوری کردی از ای که در سال نو وقت آماده شدن سبزه سمنک خانما به فال بسیار عقیده داره منصور جان خودت فال ببین آرزوی شما میکنیم آرزوی ما این است که باز یک زمزمه کنی بر ما درست چرا نه یک فاله یک دونه اون نه براستی نه دو دونه است جفت برآمد جفت برآمد از یعنی که یک آهنگ یک زمزمه یک آهنگ که من میخواندم جایزه دار بخوام تاق می بود یا جفت می بود نه جفت باید می بود که جایزه دار برآمد دیگه بسیار خوب بسیار خوب بدل خود ما فال دیده چی نال زمزمه کنم از این بگوین دم اوای آهنگ پچساوگی که بسیار یک وقت مشهور شد و تا هنوز یکی از آهنگایی است که ام گل که کده زبان کبرک شد بسیار بخشید تا هنوز بویش می آید در اون اوای یکی از آهنگای احمد ظاهر بود که یگان دفعه زمزمه میکردی که ما شما با هم می بودیم آهنگ از مرحوم احمد جان ظاهر آهنگ من ناکامم ناکام عشقه یا آهنگ میخوانم زمزمه میکنم خدا کنه که لذت ببرین و در بین میتونم آهنگم بر خودت زمزمه کنم ای خدا چگونه تو را گویم که از جسم خویش خسته و بیزارم هر شب با ستانه جلال تو گویی امید جسم دگر دارم هر شب با ستانه جلال تو گویی امید جسم دگر دارم از پیش من برو که دل آزارم ناپایدار و سست و گناهکارم در کنج سینه یک دل دیوانه در کنج دل هزار هوس دارم من ناکامم ناکام عشقت من بدنامم بدنام عشقت مجھसे جو نظریں چرانے لگے ہو لگتا ہے کوئی اور گلی جانے لگے ہو خواب جو دیکھے ہم دونوں نے مل کے دھیرے دھیرے کیوں دفنانے لگے ہو کرنا تو ہور برباد چڑھ دے روندے آدھا لینا سواد چڑھ دے جسنوں پیار لے اے نہ ترساؤ گے بڑا پچھتاؤ گے بڑا پچھتاؤ گے مجھے چھوڑ کر جو تم جاؤ گے بڑا پچھتاؤ گے بڑا پچھتاؤ گے فکس منصور جلال بارخاندی جدی میگم گفته مفتون صاحب عزیز یادش بخیر سوختی خواندی عزیزم بعضا میگن که فقط برای موسیقی زاده شده صدای منصور فقط برای می است که یا خود منصور فقط برای می است که باید آوازخوان باشه قربانت واقعا منصور عزیز تشکر عالی بود عالی بود خب بیاین که به اتفاق هم بریم به یک وقفه کوتاه و دوباره برگردیم فردا به برنامه 1401 انشالله که همیشه جور و صحتمند باشین و برنامه ما را تعقیب کنین. سال نو است و ما هم مهمانان خیلی خوب داریم و در این قسمت برنامه هم یک مهمان خیلی عزیز داریم که مصطفی جان برای شما معرفی میکنه. بله و بازم میخوام یادآوری بکنم که شما برنامه سلام 1401 خورشیدی را که به مناسبت جشن نوروز است از شبکه موسیقی باربود موزیک میبینید. خب مهمان ما در این بخش برنامه یکی از آوازخوانان خوب، نوازنده های چیره دست، و یکی از کسانی که در بخش تنظیم موسیقی دست بالا دارند و خیلی زحمت کشیدن. نوفنمون در میان هنرمندان یک چهره بسیار آشنا است که همراه همشان کار کرده و زحمت کشیده و تلاش کرده و ما یک همکاری بسیار عاشقانه و زیبا و صمیمانه داشتیم در برنامه ساز و سرود. بله پیپسی ساز و سرود که ایمل عزیز، ایمل امید که یار قدیم ما ندیم ماست در این بخش همکاری کردن در بخش تنظیم موسیقی. بسیار خوش آمدی. خوش باشیم. تشکر. سلامت باشیم مصطفی جان. تشکر از شما که ما را میهمان برنامه ما دعوت کردین اینجا و یک سلام گرم به تمام بینندگان عزیز. سال نو براتون تبریک میگم. سال خوب و خوش براتون آرزو دارم. امید دارم که روزهای خوب و خوش داشته باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. سلامت باشین ایمل عزیز. خب یک مدت طولانی را در کابل بودی و در بخش موسیقی فعالیت داشتی و در بخش تنظیم با هنرمندان مختلف کشور ما. چقدر دلتنگ کابل شدی؟ چقدر دلتنگ او زمان شدی که در کابل بودی؟ آدایش گفتن نمیتونم، بسیار زیاد دلتنگ شدیم راستی. هر روز دلم به پشت کابل میتپه، پشت افغانستان، مردم افغانستان میتپه و بسیار آرزو دارم که بتونم همونجا باشم و همونجا امید دارم. اما حال بوده نمیتونی عزیز من. امیدش دارم. حال خودت تنظیم میکنم. امید دارم واقعا هنوز برای وطن دارم، برای وطنم میتپه واقعا. میدونم. ایمل عزیز خب کسی که خودش نوازنده باشه و کسی که خودش تنظیم میکنه موسیقی، ما میدانم که ظرافت‌هایی هست که در موسیقی خودش بهتر میدانه و وقتی میخونه باز بسیار محکم و پخته میآید. این چقدر تاثیرگذار است روی کارهای موسیقی و کسی که نمیدانه این گپ‌ها را در این بخش‌ها البته دسترسی نداره، فقط آوازخوان است. چی تفاوت‌هایی داره؟ ها به هر صورت نوازندگی یک احساس خود داره، آوازخوانی یک احساس خود داره و کسی که تنظیم میکنه هر کدامش اما مسئولیت‌های خود داره. بازی که اگر یک آوازخوان اگر هم نوازنده باشه خب بهتر است که از هر دو حالت، از هر دو احساس یک حس خوب می داشته باشه و راستیش که اس ساختار موزیک یعنی جنجال ساختن موسیقی که مثلا ترک ها زیاد می باشه، چند ترک می باشه، بازو دو مثلا بخش خود آواز وکال موسیقی هم است. این نسبتاً جنجالش بیشتر از است که یک کسی فقط تنها می نوازه یا تنها می خواند. برای شما کدامش آسان تر است ایمل جان؟ دقیقاً والا آسان خود کدامش نیست، منتها گفتم که تنها مسئولیت خواندن یا نواختن مسئولیتش کم است و اگر کسی بخواهی که همه درست بکنه مسئولیتش بیشتر میشه. بیشتر است. به نظرت کدام بخش از این بی مسئولیت می خوانند؟ به مسئولیت هیچ کدام بخش از این نیست. به مسئولیت نیست. مسئولیت کم زیاد داره منتها به مسئولیت نیست. باور کنم بسیار آدم‌ها به مسئولیت میخوانند. مصطفی جان دلش پر است. ما شوخی خودم میکنم دیگه. مصطفی جان به مسئولیت خودش امکان نداره که در قسمت هنر کسی باشه، چی اگر میخوانه، چی اگر مینوازه و چی اگر کسی ارنج میکنه. و من فکر میکنم که منظور خودت از بی‌مسئولیتی از کسایی که به خاطر شهرت یا به خاطر مشهور شدن بعضی ویدیوها در تیک تاک میگذارن که بسیار زود مشهور میشن و بسیار جالب هم هستن، در ضمن کمدی هم هستن. بله. اونها یک کار بی‌مسئولیتش اما بسیار مشکل است. جرأت میخواهن. بله، استعداد خودم میخواهن. واقعا بسیار با جرأت هم میباشن. از موسیقی و کارهای موسیقی یادآور شدیم مصطفی جان. من میخواستم از ایمل جان بپرسم که از کارهای جدید خود هم بر ما بگوین، از آهنگای جدید خود. از کارهای جدید، از کارهایی که کار که تکمیل شده، یک پارچه آهنگ پشتو که برای اجرای امشب داشتیم او است که شعر و کمپوز از دکتر صاحب ناشناس می باشه و ما موسیقی زور بازسازی کردیم و تغییرات داشت آوردیم و البته به اجازه خودش با مشوره با خودش او را برای شما امشب و دیگه آهنگای است که هنوز نشر نشده، باز بخیر در برنامه‌های بعدی ان شاء الله برنامه شما منتظر میشیم. خب ایمل عزیز، اولین آهنگ را که حالا اجرا می‌کنی بر ما در موردش میشه بگویی؟ آهنگ آرامه که من خیلی دوست دارم. این آهنگ اولین پارچه که امشب ما می‌خوایم اجرا کنم آهنگ است به نام تو بهترینی. تو بهترینی برای قلب خسته، برای آن که از درد جدایی‌ها شکسته، که تصنیف زیبایی زیرا از محترم امیر جان صبوری است، از آهنگساز و فرامسرای کشور ما و کمپوزش خودم تیار کردیم و موسیقیش هم. اولین پارچه میده بر شما. بسیار دلم از دوریت بسیار هم شد، تمام خواسته های گاننم شد، همه گل خوشه های آرزوها هنوزم تازه بود اما درو شد. دلم از دوریت بسیارم شد، تمام خواسته های گوننم شد، همه گل خوشه های آرزوها هنوزم تازه بود اما درو شد. تو بهترینی، تو بهترینی، برای قلب خسته، برای آن که از درد جدایی ها شکسته. شکستم از جدایی ها شکستم، ز دست بی وفایی ها شکستم، ندارم شکوه از ناشنایان ولی از آشنایی ها شکستم. سرود سرزمین من تو هستی، امید من، یقین من تو هستی، ندارم بی تو دنیای ندارم، همه تلخ و شیرین من تو هستی. تو بهترینی، تو بهترینی، تو بهترینی، بهترینی برای قلب خسته، برای آن که از درد جدایی ها شکسته. بسیارم شد، تمام خواسته های گوننم شد، همه گل خوشه های آرزو تازه بود اما درو شد. باه باه، چه آهنگ زیبا بود، آرامش بخش، خاطرات گذشته زیبا. و ایمل جان رو نمیگذاریم که از صحنه پایین شود، ما میخوایم باز هم از ایمل عزیز بشنویم و یک پارچه از آهنگایی که بیشتر یادآوری کرد از آهنگای پشتو با هم از ایمل عزیز میشنویم و برنامه ادامه داره. راشا راشا دل روبا مرم مرم بیلتا، راشا راشا دل روبا مرم مرم بیلتا، شپه و روز پجارا تیرو ما محبوبا، شپه و روز پجارا تیرو ما محبوبا. عاشقی وای جان جدای نوای، عاشقی وای گل جدای نوای، رب پدر که بدت سے کام شوی و نا، راشا راشا دل روبا، راشا راشا دل روبا مرم مرم بیلتا، se pojara tero mama boba. بیا گل پدیل راشا، یوار بیا جان پدیل راشا، پاپا خوانی پلونو ده پریوا دلگردونا، راشا راشا دل روبا، راشا راشا دل روبا مرم مرم بیلتا، ورزه پجارا تیرو محبوبا، راشا راشا دل روبا مرم مرم بیلتا، شپه ورزه پجارا تیرو محبوبا. یک بار دیگه همه شما را خوش آمدید میگیم عزیزا. منصور جان جلال، حسام جان فرزان و مصطفی جان عزیزیان با ما هستند و در این قسمت مصطفی جان چی نظر دارین که امو آهنگ دلخواه خودت حسام جان اجرا کنن؟ دقیقاً یکی از آهنگایی که من دوست دارم گاگایی که شنیده میره از اسام عزیز، امو هوای آهنگ، فضای آهنگ واقعا خوشم میاد. آهنگ ازبکی است. اسام جان بر ما اجرا کن. زنده باشین. کوتاه در مورد از این آهنگم میخوایم بگیم که چرا در این برنامه میخوایم آهنگ اجرا بکنیم. شعر این آهنگ هم ازبکی است و هم فارسی، به خاطر استقبال گرم مردم عزیز ازبکستان خواستم که این آهنگ در این برنامه اجرا شود و هم شعر ازبکیش هم امیدوار هستم که درست تلفظ کرده باشم. با اجازهتون ما هم امیدوار هستیم. بفرما. Ko'p qoldi dilda armonim, dardim ko'p yo'qdir darmonim. Ta'rif aylaying dostonim, ko'rgan bog'u bo'stonim. Yetib keldi zimistonim, xazon bo'lgan bahoranim, yiqildi taxti somonim, o'tdi 5 kunlik davronim. و تو هستیم نوجوان، غم نخوریم در این جهان. برادریم و جان جان، بگذرد این درد و فغان. شویم همه یک دل و جان، کار کنیم خنده کنان. 5 روزه هستیم مهمان، مادر نبینه داغمان. زندگی چون آب روان، رویم و باغ و بوستان. خداوند باشه مهربان، هر مشکل شود آسان. Belandorlarga osildim, o'zga yurtlarga sotildim. Tegirmon toshga bosildim. Nasiba armon dilab, qalmi shavat har mushkilat. Jasad va bog'i sunbulat, xonat hazor bulbulat. Toz nashuda yak gulat, yak guli az hazor gulat. Rahmati g'am bobat dilat. Men bir mahallar yoshidim, bu yoshlik suqqa boshidim. Yuzlar uchun quyosh edim, yosh edim u bebosh edim. شیر و شکر کنیم بیان، بر همگی شود بیان. غربت و ملک و دیگران، خوار نگردد جوان. بگذرد این کهنه جهان، هم از پیر و هم از جوان. نغمه سرایم هر زمان، سلامت باشد دوستان. بسیار مقبول، بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. مقبول بچه‌ها، لفظ ازبکی بسیار تشکر از اردوی شما. من واقعا اردوی شما را میبینم دلم باغ باغ میشه، سبز میشه، مثل سبزه سمنک. خودت میبینم تمام خاطرات خوب البته تازه میشه از بر. سلامت باشید. و میگم مصطفی جان، یک چیز دیگه من میخواستم از عرصه شما داشته باشم، یک سوال که آرزویتان در این سال بگوین. آیا آرزو دارین که پس یک بار دیگه ستاره افغان آغاز شوه و مصطفی جان باشه و ستاره باشه؟ خوب یک گپ را یاد کردی. بگوین دیگه نه آرزویتان. خب من گفتم باش که میشه از یوسف جواب بده اگر اجازه باشه. دوره برنامه ستاره افغان و بر ستاره شیرین ترین دوره زندگی بود که ما سپری کردیم و هیچ وقت فراموشم نمیشه لحظه لحظش. و اگر قرار باشه که بازم در یک فضا قرار بگیرم، به کمال میل که خوش نداره او استیج او فضا را و هر زمانی که ما هر استیج را تجربه کردیم، هیچ استیج را با استیج برنامه ستاره افغان نمیتونم مقایسه کنم، چون آغاز سفر موسیقی ما ستاره افغان بوده. دلیل اینکه مردم مرا میشناسن برنامه ستاره افغان بوده و واقعا که از برنامه ستاره افغان خاطرات بسیار زیاد دارم. و در ضمن این هم باید بگویم که عزیزیار صاحب یکی از کسایی بوده که از دوران برنامه ستاره افغان تا امروز همیشه ما ازش آموختیم. دوست و رفیق است. ما همچنان میخوایم یادآور شم که قسمی که پیشتر گفتم، هر وقت که میبینم لالا مصطفی را تمام خاطرات خوش برنامه همچنان از دوره ستاره افغان که شروع کردم سفر موسیقی خود، از همون وقت بودی همراه ما تا ابر ستاره، برنامه ابر ستاره تا ختم برنامه و بسیار خاطرات خوش بود، خوب بود در بین دوستا و هموطنای ما و ما آرزو میکنم که امیدوار هستم که روز برسه پس همون رقم برنامه بسیار مقبول شروع شوه و ما هم در بین هم عزیزای ما باشه. سلامت باشین اردوی شما. ما از تهیه کننده برنامه خواهش میکنم که اینمی صحنه برنامه را تکرار باز تلگرام پرده ما هم آرزو میکنیم که یک روز بازم فرصت مهیا شوه که در برابر مردم ما روی صحنه بریم بخیر، برنامه‌های خوب دیگه هم داشته باشیم که می داشته باشیم ان شاء الله. تشکر اسام جان، تشکر منصور جان عزیز و آخرین اجرای بخش هم از منصور عزیز است. منصور جان تشکر، بفرما صحنه از عزیز. As